باب وودوارد، ویراستار مشهور و به نام واشنگتن پست، در کتاب جدیدی که در حال انتشار هستش و هفته آینده به بازار خواهد آمد تحت عنوان جنگ، به نکته هایی پرداخته که به نظر میرسه پشت صحنه سیاست آمریکا در چند سال گذشته رو خیلی متفاوت تر از آن چیزی که تاکنون شنیده میشده نشون بده. در این کتاب با اشاره به اینکه روابط بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به چه تنحوی بوده تا برخورد جو بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین نقش عربستان سعودی در روابط آمریکا، همه مواردی است که این کتاب رو میتونه به کتاب جنجالی تبدیل بکنه. واشنگتن پست در مقاله امروز با توجه به نسخه‌ای که در اختیار داشته به مواردی اشاره کرده، از جمله به ارسال تست‌های کووید و دستگاه کمک برای تنفس به طور مشخص و مستقیم از طرف دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین، که حتی از طرف پوتین باعث این شده که درخواست بکنه این مسئله محرمانه بمونه به خاطر آبروی ترامپ، و اون تاکید کرده که براش اهمیتی نداره این مسئله. همچنین در جای دیگه در ارتباط با جنگ اشاره میکنه که پوتین و نتانیاهو بارها و بارها در مکالمات تلفنی عصبانی شدند و جو بایدن همچنین نتانیاهو رو به دفعات دروغگو خطاب کرده. همچنین در مقابل پوتین هم نسبت به هشداری که داده بوده نسبت به شروع جنگ و باور آمریکایی‌ها بر اینکه می‌دونستن احتمالاً جنگی در خواهد گرفت و اون رو متذکر شدن و همچنین در اختیار زلنسکی هم قرار دادن که در اون موقع به نظر می‌رسیده ابعاد موضوع اونقدر بزرگ نبوده. در جای دیگه از این کتاب به مسئله احتمال استفاده اتمی روسیه، سلاح‌های اتمی روسیه در جنگ مطرح میشه که در جای هشدار به بالاترین سطح خودش، یعنی 50% احتمال میرسه که باعث مذاکراتی بین وزیر دفاع آمریکا لوید آستین و همتای خودش در روسیه میشه که با پرخاشجوی همراه بوده، که در نهایت وزیر دفاع روسیه تاکید میکنه خوشش نمیاد از اینکه کسی بهش دستور بده، اما بعدها این کاهش پیدا میکنه و مسئله ورود روسیه به خاک اوکراین مطرح میشه. همچنین مسئله رویکرد دوگانه هریس با نتانیاهو هم در جای دیگری از این کتاب مطرح میشه و نوع روابط اونها و خشم اونها در اتفاقاتی که به حملات لبنان میفته، و در نهایت این هستش که تلاش آمریکا و نگرانی های آمریکا رو مطرح میکنه در مسئله استفاده هسته‌ای روسیه، و در جای دیگر هم به نقش ولایت عربستان که وزیر امور خارجه آمریکا از اون به عنوان یک بچه نونور یاد میکنه. این کتاب قرار هستش که هفته آینده در بازارهای کتاب آمریکا در اختیار مردم قرار بگیره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.